با درود بر شما و خوشحالم که دوباره کنار هم هستیم جناب آقا زمانی و اینکه شما هم به عنوان یک برنامه گذار و یک مبارز از وقتی من دیدم در تمام تلویزیون ها و برنامه هایی که هستید بدون احساس وابستگی خاصی تمایلتون به ایجاد اتحاد بزرگ همه جانبه است از همه دموکراسی خواهان و مخالفان حکومت ولایت فقیه و من دیدم که در تمام برنامه ها سعی شما این است از نیروهای استفاده بکنید از کسان استفاده بکنید که در جهت همگرایی اجرای این دموکراسی خواهان و آزادی خواهانی هستند که از چنگال ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی میخواهند مردم ایران رو نجات بدهند. هستم در خدمت شما. آقای اوسالو، اول بذارید از وضعیت زندانیان دربند صحبت کنیم. به هر حال همه ما اگر اینجا نشستیم و هر اعتباری داریم، این اعتبار رو مرهون کسانی هستیم که امروز در زندان هستند. ابتدا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که از زندانیان سیاسی خصوصا کارگران و معلمان بازداشت شده در این مدت دارید شروع کنیم تا به مسائل دیگر و مسائل اجرایی بیشتری هم بپردازیم. حتما، چرا که همین اخباری که شما دادید در رابطه با گلرخ و آتنای عزیز خب جزو مهمترین خبرهایی است که همه رسانه‌ها رو به خودش مشغول کرده و بلافاصله امینستی اینترنشنال هم یک بیانیه حمایتی صادر کردن و خواهان آزادی این دو عزیز شدن مثل بقیه زندانیان دیگر، چرا که بعد از اون که این عزیزان نامه ای رو منتشر کردن در یکی دو هفته پیش در حمایت از انقلاب ملی ایران و تلاشی که همه ایرانیان می کنن برای آزادی و گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک، خب این مد نظر همه قرار گرفت و این عزیزان ما هم از درون زندان با دلاوری تمام نامه‌ای رو نوشتن و حمایت خودشون رو اعلام کردن از این انقلابی که در حال وقوع است در ایران و به همین دلیل حکومت هم طاقت نیاورد و بازجوها رفتن سراغ این عزیزان که این عزیزان رو یا ساکت بکنن و یا به یک نوعی ببرندشون به اصطلاح بندهایی که شکنجه میدن و اذیت و آزار میکنن این عزیزان ما رو، ولیکن این دختران شجاع ایران زمین ساکت نشدن و کماکان اعتراضات خودشون رو ادامه دادن تا جایی که بعد از اینکه این عزیزان ما رو بردن به زندان دوی الف اوین، در دوی الف اوین هم این نازنینان ایستادگی کردند و سکوت نکردن و خواهان این شدن که برشون گردونن به بند خودشون و پیرو همین موضوع این عزیزان رو مورد حمله قرار دادن و این ضرب و شتمی که ایشون این دو عزیز رو نکردن خیلی بیرحمانه بود، چرا که این دو نفر خواهان این بودن که اگر قرار از بازجویی بشوند و یا به بند دوی الف حالا که اونها رو آوردن بخوان پرونده جدیدی باز بکنن، یک تفهیم اتهام بشون و دو بایستی حتما وکیل داشته باشن که به این مسئله جدید رسیدگی بشه. بعد خواستن اونها رو توی اون اتاق بازجویی دوی الف جدا ازم کنن و زیر بازجویی قرار بدن. با توجه به که نامه رو هر دوتاشون با هم امضا کرده بودند نپذیرفتن و به اصطلاح دست همدیگر رو محکم گرفته بودن و از هم جدا نمی شدن. اون بازجوهایی که آمده بودن پنج نفر مرد لباس شخصی و دو خانم به عنوان بازجو، هفت نفر با اینها درگیر شدن و برای که از هم جداشو کنن و اون مقاومتشون رو بشکنن این عزیزان رو به ضرب و شتم شدیدی کردن در حدی که بر اثر آسیب ها بیهوش و بیحال شدن و بعد اونها رو کشان کشان بردن با ماشین هایی که آماده کرده بودن ببرن به زندان قرچک وراقین و بالاخره پاسی از شب گذشته این دو عزیز ما رو به زندان قرچک ورامین بردن و در زندان قرچک ورامین این دو عزیز رو به قرنطینه بردن و جدا جدا در سلولای انفرادی که زیر نظر قرنطینه هست انداختن به قول معروف. البته زنان شجاعی هم که قبلا در این زندان با دلاورانی مثل آتنای فرقدانی و دیگر زنان و دختران شجاع آشنا شده بودن
بلافاصله این اطلاع رسانی رو به ماها که خارج از کشور هستیم، تلفن‌های ما رو دارن، رسونن که بدونید که حالتون راحت باشه، اینا الان توی زندان قرنطینه هستن در بند نسوان یا زنان زندان قرچک ورامی که بسیار زندان وحشتناک و آلوده و کثیفه. بیش از 2000 زن زندانی عادی الان اونجا به اصطلاح با بچه هاشون، بیشتر از 230-240 تا از بچه هاشون نگهداری میشن تو زندان قرچک، که در زندان قرچک هیچ امکان بهداشتی یا غذایی یا به اصطلاح حمایتی برای زنان زندانی وجود نداره. به همین دلیل هستش که الان هم که این عزیزان ما رو بردن به اون زندان، نبایستی که فکر کنیم شرایطشون بهتر شده. خیلی شرایط بدی زندان قرچک، در اونجا به زنها تجاوز میشه، به دخترها تجاوز میشه، نمونه تجاوز به زندانیان سیاسی حتی در اونجا داریم، بانوان شجاعی که گزارش کردن، ولی به خاطر فرهنگ منحط و عقب مانده ایران من مجبورم که اسمشون رو نیارم، از دلاورانی که در اون زندان بودن و زنان زندانی عادی حتی که برخی متاسفانه خب دچار گرفتاری های مغزی و تنی و جسمی شدن، که حتی خود زنها به برخی زنهای دیگر متاسفانه تجاوز میکنن. علاوه بر این بد و سخت، این هستش که خانم بیدای گرامی که شناخته شدن به عنوان کسی که اون به اصطلاح پرچم زنان ایران رو بر دوش خودش گرفت و به عنوان یک زندانی سیاسی الان شناخته میشه، با 31 سال سن و فرزند 19 ماهه، ایشون هم الان در زندان اوین هست ویدا خانم، و به عنوان ژاندارک ایران که با پرچم صلح و آزادی و از بین بردن حجاب اجباری تبدیل به یک قهرمانان ایران شد، که امینستی اینترنشنال هم خواهان آزادی ایشون هم شدن همین الان، و تصور میکنم که تلاش برای آزادی هر کدوم از این عزیزان که بایستی بتونیم تظاهرات ها رو از این به بعد در شهرهای مختلف بکشونیم به جلوی زندان اوین یا زندان رجای شهر یا زندان قارون یا هر زندانی که در شهرستان ها هست، و این زندان ها میدونیم که پر است از زندانی های سیاسی و زندانی های عقیدتی و زنان قهرمان و دلاوری که بله بله همین تصویر که نشون دادیم، این زنان به خاطر دفاع از حقوق مردم، دفاع از حقوق خودشون، دفاع از برابری حقوقی بین زنان و مردان ایران زمین و دفاع از آینده فرزندان خودشون به این میدانهای شجاعانه، مسالمت آمیز اما تکان دهنده آمدن، و این عکس و تصویر و فیلم ویدای عزیز امروز تبدیل شده به یک برند جهانی که میلیون ها بیننده داره، و او رو از یک زن مبارز گمنام تبدیل کرد به یک قهرمان ملی ایران و جهان و زنان. و به همین دلیل است که خیلی ها در ایران در جستجوی ویدا موحد عزیز هستند. ویدای موحد، این زن شجاع، همان کسی است که همه به دنبالش بودند و اسم و فامیلش هم بالاخره تونستیم به دست بیاریم. خانم نسرین ستوده هم پیگیر پرونده ایشون بودند به همراه آقارضا همسرشون، و همون کلانتری که نزدیک میدان انقلاب هست رفته بودند. درسته. و عذر میخوام، به هر حال تونستیم از طریق دوستانی که در ایران هستن درست مشخصات ویدای گرامی، ویدای موحد رو هم به دست بیاریم، که الان هم توی تلگرام ها وسیعاً پخش میشه، و خوشحالم که در این برنامه، اولین برنامه تلویزیونیه که من هر دو خبر جزئیاتش هم در رابطه ویدا موحد و هم در رابطه آتنا و گروه نازنین که هر دو از عیاران معیشت هم هستن نام ببریم و پیگیری کنیم. اگر درباره زندانیان دیگه هم میخواید گفتگو کنیم، من در کنار شما و آماده زندانیان، به زندانیان کارگری هم خواهیم پیدا. اما همین ابتدای ام من یه سوال دارم آقای اوسانلو. شما 10 دقیقه در مورد این سه بانوی نازنین صحبت کردی، طبیعتاً هیچ کدومشون هم کارگر نیستن، تصور این هست که شما باید فقط در مورد کارگرها صحبت کنید. چه اتفاقی افتاده که کارگرها از زنان، زنان از کارگران، درویشان از
دانشجویان، دانشجویان از درویشان، همه دارن از هم دفاع میکنن. چه اتفاقی افتاد که یهو ظرف این چند هفته گذشته همه ملت باور کردند که پشت و پناه همند؟ چه رخ دادی رخ داد آقای اوسالو که تو این 40 سال نیفتاده بود، ولی یهو در این بزنگاه تاریخی در دیماه 1996 چه رخ دادی رخ داد که مردم اینجور با هم یک دل و موحد شدند؟ ببینید جناب آقا زمانی عزیز، ما در جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه که از زمانی که من از ایران بیرون اومدم به نمایندگی از همبستگی برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران که فاز اولش هم به اصطلاح برکناری جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دموکراتیک در ایران با اتکا به رأی مردم و با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای همه ابنای بشر یک حقوق برابر رو قائل شده و برای همه ابنای بشر این حقوق برابر رو دفاع میکنه، یعنی پیگیری کردیم. مسئله مهم این است که خب این کمتر در سطوح توده‌ای جامعه دیده میشد، ولی اون کسانی که در راه مبارزه برای آزادی و دموکراسی و رسیدن به جامعه ایران آباد و آزاد داشتن مبارزه میکردن، از اول خب مبنای همکاری و فکریشون روی همین موضوع همبستگی ستم دیدگان دادخواه بود. یعنی ببینید این ستم دیدگی یک امر مشترک است در بین همه ایرانیان، تمام ایرانیانی که به ناچار از کشور خودشون رانده شدن، خود تبعید شدن و تبعید اجباری شدن، ستم دیدن، تمام ایرانیانی که در تصادفها عزیزانشون رو از دست دادن یا خودشون از بین رفتن، مواد مخدر اونها رو زندگیشون رو متلاشی کرد، به زندان‌های بیهوده افتادن، دعوای زن و شوهری بینشون شد، طلاق و طلاق کشی شد، فقر و فلاکت و فحشا بهشون رو آورد و از همه بدتر اعدام‌های زیادی که به عنوان مثلا چه سیاسی، چه قاچاق مواد مخدر، چه اینکه مثلا کسی قتل کرده بود باید قصاص می‌شد، همه اینها ستم دیدگی است. یعنی ببینید این عرصه ستم دیدگی از بالاترین افراد جامعه مثل شهبانوی فرای پهلوی رو میتونست در بر بگیره که به ناچار از کشورش زده بیرون، دوتا عزیزش رو از دست میده، فرزندان نازنینش رو، خب خود من یک پدر هستم، بچه های من برای من عزیزن، مثل تمام جوانان ایران که همه صدها نفری و شاید هزاران نفری که با من ارتباط دارن این رابطه بسیار صمیمانه دوستانه و حتی گاهی وقتا به من همشون میگن عمو، بعضی هم میگن بابا، بین ما و این جوانان وجود داره و این حس نسل‌های جدا از هم و شکست و این ستم دیدگی که از بالاترین فرد یک مملکت تا پایین‌ترین فرد یک مملکت که یک کارگر بود، یک کارگر اخراج شده بود که ستم بیکاری و گرونی و نداری بهش روی کرده، تا یک معلمی مثل اسماعیل عبدی که از حقوق معلمان دفاع کرده به زندان میره، تا مثل محمود بهشتی لنگرودی چون نماینده کانون صنفی است به زندان میره، دور از زن و بچهش میفته، نمیدونه بیرون از زندان چه بلایی داره سر بچه، زن و بچهش میاد، حقوقش قطع شده، بازنشستگیش قطع شده، یا رسول بوداغی که الان بعد از این همه زندان، وقتی هم از زندان اومده بیرون هنوز بیکاره، یا رضا شهابی که با اون گردن و کمر آسیب دیده زیر شکنجه باز تو زندان 7 سال 8 سال چند سال، آخه یه کارگر باید زندان باشه فقط چون یه سندیکا خواسته، یا مهدی فراهی شاندیز همینطور، یا دلاور ما ارژنگ داوودی 14 سال زندانشو داره میگذرونه، عجب خائنی هم نشون دادی. همین علیرضا محجوب خائن جزو نابود کننده های سندیکای شرکت‌واحد و سرکوب کارگران ایران هست، رئیس خانه کارگر بود اون عکسی که نشون دادید، بله همین ستمگران بیره قیافش هم اینجوری درست کرده، همینا بودن که تمام قانون کار و سندیکا رو همه رو به این بردن بر علیه طبقه کارگر. و اتفاق چی هست؟ حالا سوال شما در قسمت نهایی من پاسخ میدم، چون همه ستم دیده هستن در این ستم دیدگی مشترک شدن و چون دادخواهی میکنند، این دادخواهی هم حلقه دوم اتحاد همه ما رو ایجاد کرد، شدیم ستم دیدگان دادخواه که دیگه ستم پذیر نیستیم، که دیگه تسلیم نمیشویم. به همین دلیل زن، مرد، دختر، پسر، کارگر، معلم، روزنامه‌نگار، برنامه‌ساز تلویزیونی داخل کشور، خارج کشور،
همه کسانی که ستم دیده دادخواه هستند خود به خود عضوی از این جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه می شوند که با عیاری که می کنند، یعنی حقوقشون رو خواهم پس بگیرند از حکومت غارتگر و دوز، مثل عیاران به نام عیاران معیشت که باید معیشت زندگی همشون هم تأمین بشود، به هم گره می خورند. دو عنصر ماهیتی یعنی ستم دیدگی و دادخواهی و یک عنصر عملیاتی یعنی عیار بودن برای معیشت، برای زندگی درست. شرافتمندانه عیاری کردن، از جان گذشتن، خب. مبارزه کردن، حق رو پس گرفتن، بیداد رو به داد رسوندن، درست. این حرف رو تشکیل میده که شما میبینی من کارگر از این دخترانم دفاع میکنم، آن دختران داد از اون کارگر دفاع میکنن، 16 آذر داد میزنن، کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد. چرا؟ بل. چون خودشون میدونن فرزندان همون کارگران، فرزندان درست. همون معلمان، فرزند امثال من و شما، کارگران بچه تخصصی مثلا رسانه هست. این اتحاد در انقلاب ملی ایران متبرور شد و از حوزه های سیاسی و گروه ها و تشکیلات. بسیار ممنونم آقای حسانی عزیزم، بسیار متشکرم. برمیگردم بهتون. یکی از دوستانی که روی خط تلفن هست رو هم جواب بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم. شنونده آرا آقای شما هستیم. بله، درود بر شما و جناب استانلوی مبارز. خدمت شما هست کنم. اول که آقای استانلو فیسبوک خداشون قطع و قطع میشه و درست شنیده نمیشه، درست میخواستم بگم سیدری در یه حرکت اعتصاب شده، تک تک این دستگیر شدگان رو در زندان به خودکشی وامی داره، یعنی میکشه و میگه خودکشی کردن. تنها برنامه‌ای که من دارم میبینم بعد از مدت داره به این تداوم کننده هم به زندانیان میپردازه و از این نظر واقعا از آقای استانلو سپاسگزارم و از شما و از برنامه‌تون، واقعا برنامه مفید و جالبی. خیلی ممنون، تشکر میکنم. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. من میهن حتما قربانش، بسیار متشکرم هستم. خب من یه نگاهی هم به فیسبوک اگر اجازه بدید بیاندازم، از جمله جناب آقای اهورا که گفتند مردانگی رو باید از زنانگی آتنا دائمی آموخت. همچنین اشاره‌ای داشته باشم به نوشته های خانم ژاله مقدم که حالا به طور مفصلی نوشتند، ولی به طور خلاصه کسانی رو که اقدام به تجاوز به دختران زندانی در زندان می کنند رو شیاطین بدون خدای یاد کردند، ابلیسان بی خدای یاد کردند که نمیشه روی اونها نام حیوان گذاشت، چون بی حرمتی به حیوانات هست که حریم هایی رو دارد. همچنین دوستان عزیز دیگری که به اظهار نظر پرداختند، از جمله آقای فرزاد که نوشتند اول اتحاد و پس از اون سرنگونی جمهوری اسلامی، تا اتحاد نباشه این سرنگونی ایجاد نخواهد شد. همچنین آقای رضا در فیسبوک شورای ملی ایران که پابلیشر این برنامه هست نوشتند اصلاح طلب و اصولگرا همگی گذشته و حال و آینده ملت و کشور را به حراج گذاشته و به تاراج بردند، دیگه تمومه ماجرا. عزیز دیگری رو روی خط تلفن داریم، بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. سلام قربان، مقداری بلندتر صحبت کنید لطفا. متشکرم. از هم حضور که موقع سنی پیشنهادی بسن بدم، شما چرا شاهزاده استفاده نمی کنید تو برنامه هاست؟ با افتخار اگر قبول کنند تشریف بیارن در برنامه، ما با افتخار در خدمت ایشون هستیم. دوست عزیز دیگری رو روی خط داریم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید. سلام قربان، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. بفرمایید، خواهش میکنم، شنونده ای صدا و نظر شما هستم. اصلا میرسیم و این بیچاره ها اوکی. ما با همین سوال شما، این که وضعیت خانواده های این زندانیانی که الان در زندان هستند، برمیگردیم به آقای حسانلو. آقای حسانلو، به هر حال خود شما مدت طولانی در زندان بودید، خانواده شما بیرون از زندان، چه از لحاظ اینکه ناناورشون در زندان بوده، چه از لحاظ اینکه عزیزشون در بند بوده گرفتار بودند، چه حرکت هایی انجام شده برای حمایت از خانواده های این زندانیان؟ حالا از اون تحسن خانواده های زندانیان پشت دیوارهای زندان اوین در همون بزنگاه خاص تاریخی در دیماه 1396 شروع کنیم تا به همین الان و اینکه هرچی جلوتر میریم وضعیت زندانی ها
خب بغرنجتر میشه و نیاز به حمایت از اونها پررنگتر. ببینید تجربه زندانی که من داشتم در رابطه با خانواده این است که ببینید زندانی به هر حال در زندان هست و داره مقاومت میکنه و سعی میکنه روی اون آرمانهایی که داره بایسته، شکنجه ها رو تحمل کنه، جواب بازوها رو بده و روحیه همکاران، روحیه همتیمی های خودش رو حفظ بکنه و بر اون اصولی که بر پای اون اصولی که آموخته و به زندان رفته بایسته و حتی بازوها و دیگر زندانی ها رو اگر که از انفرادی بیاد بیرون آموزش بده و همراه خودش در دادخواهی بکنه در مقابل بیدادگری. خب یه روند سختی بر زندانی داره میگذره که به خاطر اینکه خودش انتخاب کرده مبارزه رو و ایستادگی رو، خب علاوه روحی و روانی در یه فاز بالاتری قرار میگیره و میتونه که با مقاومت خودش به هر حال بخشی از این مشکلات روحی، روانی، جسمی رو تحمل کنه. اما خانواده ها چون انتخاب نکردن معمولا، خب بعض خانواده ها همراه هم هستن، مثل همین گلرخ و همسرش آرش صادقی عزیز که او هم الان در زندان هست، با یک انتخاب دلاورانه الان این همه زندان 6 سال و 19 سال هم دارن تحمل حکمشو میکنن. ولی خب خانواده ای که بیرون از زندان هست، خب مسئله مالی یکی از مسائلی است که گریبانگیر اونها میشه، درآمدشون قطع شده، نان آورشون به خصوص اگر که مثلا مردی به زندان بره که زنش کار نکنه خیلی سخت‌تر خواهد شد، بچه‌ها زندگیشون متزلزل خواهد شد، هزینه‌های تحصیل، هزینه خورد و خوراک، اجاره خونه یا اگه قسطی بدن قسط مسکن و اقساط دیگر زندگی و سطح استاندارد زندگیشون پایین میاد و یا زندگی فقیرانه میشه علاوه بر اقتصادی. از اون طرف خب ناملایماتی که بیشتر میشه برای اونها، یعنی فشارهای روحی روانی که مرد یا زن در زندان هست و یک مرد یا یک زنی که بیرون از زندان هست با بچه ها باید زندگی رو اداره کنن، همچنین پدر و مادر، برادر و خواهر که نگران هستن چه بلایی بر سر عزیز ما خواهد اومد، بعد بایستی وقت زیادی رو بذارن هی به این بیدادگاه ها برن، به این بیداد ستانی ها برن، به این قوه های ناغذاییه برن، با آدم های آدم که حیف بگیم مادون حیوانات مزخرفی مثل حدادها، دهنویها، چه میدونم مرتضویها، صلواتیها، مقیسها، این آدم خورایی آدم خوشا سر کله بزنن، گاه توهین های زیادی رو بشنون، گاه بیادبی بشنون، گاه از صبح 50 تا 100 تا پله رو برن بالا پشت در اینا رو نگه دارن راه ندن تو، حتی با اون مثلا مسئول دادگاه یا رئیس دفتر یه صحبتی کنن، از عزیز خودشون یه خبری بگیرن یا یه داروی یه نسخه‌ای دارن بگن آقا داروهای اینو بعد ما به این مریضمون بدیم که تو زندان هست، و بعد ناز میکنن اونجا براشون، اذیت میکنن، قبول نمیکنن، دارو رو نمیدن، نسخه رو قبول نمیکنن، میگن ما همونجا خودمون بهداری داریم، دکترم باید داریم، لازم باشه میدن، دروغ. و بعد این فشار روانی یه طرف، فشار اداری و مراجعه به دادگاه یه طرفه، بعضی وقتا در فامیل های هستن احمق هستن به جای اینکه خانواده رو پشتیبانی کنن از ترس یه لقمه نون خودشون، بعضی از افراد خانواده یا فامیل طرفدار حکومتی ها میشن و تازه به این خانواده مبارز زخم زبون میرسونن یا اونا رو تحریم میکنن، با اونا رفت آمد نمیکنن، بازدید نمیکنن، یا اگه تو محله تو همسایگی اونا رو میبینن روشون رو کج میکنن به اون طرف یا پشت سر اون خانواده حرفای دروغ دروغ میزنن و اون خانواده علاوه روانی هم اینجا با یه بخشی البته از عناصر ناآگاه خودفروخته و خود خبرچین سر کار خواهند داشت. البته به جاش اون طرف هم افتخار این هست که هزاران هم میهن فرهیخته هم هستن که همکاری میکنن، همیاری میکنن، گاهی کمکی میارن میکنن، گاهی شماره حسابی میگیرن، یه پولی میریزن برای ازدواج بچه ها یا برای مدرسه بچه ها یا دانشگاه بچه ها، و اگه اون خانم شاغل نباشه خب برای خرج خونه هم کمک میدن. کاری بود که خود ما در سندیکای شرکت واحد اولین بار کردیم و یه حسابی اونجا افتتاح کردیم به عنوان حساب حمایت از سندیکا و زندانیان و بیکاران سندیکا، که هنوز هم اون سنت در سندیکا شرکت واحد هست و هم برای خانواده رضا شهابی و هم برای اون 8 نفر مثل من که هنوز اخراجی هستیم
از 1378 تا حالا حداقل 2300 هزار تومان در ماه با کمک‌های مالی و حقوقیتایی که خود راننده‌ها و کارگرای دیگه و هواداران سندیکا میدن یه پول کوچیکی جمع بشه چه خرج بده، ولی اینها هیچ کدوم چاره ساز نیست. ولی اون غرور، اون اهمیت، هم که رسانه‌ها مثل رسانه شما، رسانه آزاد و مستقل زنگ میزنن، تلفن میزنن، احوال زندانی رو میپرسن، احوال خانواده رو میپرسن. اصلا برای رسانه هم نه، خیلی از ایرانی ها در داخل ایران، خارج از ایران سعی میکنن تلفن خانواده زندانی رو پیدا کنن، باهاش ارتباط قرار کنن، احوال پرسی کنن، یه وقتی به ایران میرن برن خونه شون یه کمکی کنن، یه سوغاتی ببرن، یه قوت قلبی بدن، چند تا کارت عید یا کارت تبریک، کارت افتخار از اینجا بفرستن برای خانواده زنده. خب برای من چندین هزار آمده بود و خیلی به خانواده من روحیه داده بود این چیزا، چون کار تشکیلاتی سندیکایی و ITF و ITUC و اتحادیه‌های جهانی بود. ولی خب خیلی از زندانی‌ها از این موضوع محرومن، چون تشکیلاتی نیستن. ما باید از این خارج کشور براشون این تشکیلات‌ها رو در توانمون درست کنیم. آقای اوسانلو، چون خطوطمون هم پره، من میخوام جواب بینندگانمون هم که مشتاقن با شما صحبت کنم بدم، عذرخواهی میکنم که نگرانتون میدارم. عزیز گرامی دیگری رو روی خط داریم، بفرمایید. شنونده آرا و عقاید شما هستیم به اتفاق آقای اوسانلو. الو، از طریق تلفن با من اگه ممکنه صحبت کنین دوست عزیز. الو، خب من یک اشاره هم بکنم. جناب آقای زامیاد و آقای اوسانلو در فیسبوک سلام رساندند. آقای بلوچستا که احتمالاً کاربری با اسم بلوچستان نوشتن که اصلاح طلب و اصولگرا روی یک سکه هستند. همینطور دوست عزیز دیگری به نام آقای بابک نوشتن که شرف و همت مردم ایران پیوسته با هم در راه رسیدن به آزادی همگام است. عزیز دیگر رو روی خط تلفن داریم، بفرمایید. آقای اوسانلو و حقیر شنونده صدای شما هستیم. الو، با آقا میکنم هستم، صحبت کنم خط خط باشم. بله، روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. حال شما خوبه؟ بفرمایید. در بخش ما انجا شروع شد که سلام بیان. بفرمایید. خواهش میکنم. بعدی ما انجا شروع شد که حسین شد پاسدار یعنی میفرمایید که توسعه مربا دارید، عسل دارید، خانه قوم پیاده میرفتید، دستتون گالیش بود. درست، خیلی متشکرم. شما شهید دارید، شهید دارید، یعنی چه خواه شهید دارید؟ ما شهید دارید هیروینی بشید؟ درست. شهید دارید شیرهی بشید؟ شهید دارید اوزرنی مرسی مرسی فرزی اوزرنی همی؟ مرسی، خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. به سید دیلا و میلان، به سید کشور نیستن، به سید ملت ایران نیستن، همه خرج ملت ایران داره خرج شیره سازی میشه. خیلی متشکرم. محترم بوغانوی چه کارهایی میکنه؟ خیلی متشکرم قربان، تشکر میکنم از لطفتون. خیلی نکته مهم میرم اشاره کردن دوستمون که در صحبت با آقای اوسانلو مورد توجه قرار خواهم داد. عزیز دیگری رو هم روی خط داریم، بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم قربان. سلام علیکم. سلام قربان، عرض احترام دارم، بفرمایید. متشکرم. الو، بفرمایید. خواهش میکنم، شنونده ای صدای شما هستیم. خسته نباشید آقای دکتر آقا زمانی. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم. آقا دکتر، خواهش میکنم از شاهزاده دعوت کنید. با افتخار. چشم، با افتخار دعوت میکنیم از ایشون. خیلی متشکرم، با افتخار از ایشون دعوت میکنیم که حضور داشته باشند.
عزیز دیگری رو هم روی خط داریم، بفرمید. خواهش میکنم. الو، آقای اوسانلو، دوست عزیزی که با ما تماس گرفتن این نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن که به نظر من بسیار حائز اهمیته. خیلی وقته که صحبت‌های جدی در مورد توسعه آلودگی جوانان و جامعه و حتی فعالان حوزه کارگری به مواد مخدر به عنوان یک ترفند حکومتی مطرح میشه. یادم هست که میگفتن قبل از انقلاب مردم عرق‌خور بودن، عرق‌خور سرش بالاست، عرقو که میخوره، رفتن تو خیابون شعار دادن، مرگ بر شاه گفتن یا هر چیزی. بعد اینها آمدن سر کار، آخوندا مردم رو مثلا تریاکی یا معتاد کردن، آدم تریاکی یا معتاد سرش پایینه و اینها اون آدم دیگه نمیتونه بره بر علیه اینها قیام کنه. یه همچین صحبتی رو من به گوش خودم در کوچه پس کوچه های تهران شنیده بودم. آیا واقعا حقیقت داره؟ یعنی حکومت میکوشه به صورت سیستماتیک جامعه رو به سمت خمودگی، اعتیاد، انحراف های فکری ببره؟ 100% که این چنین هست بدون تردید. باز یک نمونه خدمتتون ارائه میدم از به اصطلاح تجربه خود ما در زندان ها. ببینید وقتی که ما قضیه سندیکای کارگران شرکت واحد رو راه اندازی کردیم، به هر حال بالا مجموعه تلاشو به جای رسید که جلسات عمومی دیگه ما داشتیم و توی این جلسات عمومیمون ما به اصطلاح در بحث درباره همه مسائل کارگری بود و بعد درباره سلامتی ها بود. بحث سلامتی ما به اینجا میرسید که من میگفتم حتما بایستی خودتون رو تمیز و پاک نگه دارید تا هم مسافرتون، هم همکار دیگر و هم خانواده شما که بخواد حرف شما رو گوش کنه، جذب سندیکا بشه، بیا تو سندیکا ببینی که چه خبره، ببینه با یه آدم سالمی طرفه. شما سیگاری باشی، دودی باشی، معتاد باشی، لباست کثیف باشه یا فحش 24 ساعت بدی یا نتونی رفتار خوبی داشته باشی، خب اولین که از زن و بچه در تو دور میشن، بعد دوست تو خانواده، بعد مسافرها جدی نمیگیرن و نفرت از ما کارگرها شرکت باید ما راننده ها پیدا میکنن و بعد کارفرما هم همین رو میخواد که بگه اینا یه مش توفیلی هن، یه مش لاتن، یه مش بنی هندل تایخت هن و از ما یه تصویر بدی میسازه. وقتی بریم حق طلبی کنیم یه دادگاهی، یه اداره کاری، یه شهرداری، یه وزارتکار هر جا بریم میگن بابا اینا یه مش لشلوشن میان. پس یه بخش آموزش های ما آموزش های سالم سازی بود، چرا که متاسفانه خود حکومت در ایران اصلی ترین پخش کننده مواد مخدر، گسترش دهنده فحشا و قاچاقچی اسلحه و قاچاقچی مشروبات الکلی است. بیشترین درآمد جمهوری اسلامی از نفت نیست، از قاچاق مواد مخدر بین المللیه که از افغانستان و پاکستان و بلوچستان سپاه پاسداران این رو میاره به شکل کاملا سازمان یافته با تریلی های آنچنانی، با کشتی ها، و از غرب ایران از مسیرهای مختلف، از عراق، از بانه، از کوههای آذربایجان وارد ترکیه و با دولت ترکیه و موقع اردوغان اسلامی اومده، همکارن و درآمده مشترک دارن روی این قضیه و از اونجا با همدیگه لابی میکنن و میفرستن به اروپا طبق فتوای خائنانه خمینی. خمینی هم فتوا کرده بود که اگر مواد مخدر به اروپا و آمریکا بره، چون اینا کافر هستن و معتاد بشن، به سود ماست و اینا دشمنمان و هیچ عیبی نداره که ما این دشمنمون رو معتاد بکنیم. پس به طور سازمان یافته پور محمدی که الان هم در سطوح بالای قوه قضاییه است و جزو کشتارگران دهه 60 بود که به دیدار منتظری میرن و اونجا اسمشو میاره و افشا میشه، اینها سازمانده اصلی خط ترانزیت مواد مخدر و بعدم سکس دختران جوان ایرانی به جاهای مختلف، اول دبی و اینا که من توی بهارستان اون نعره ها رو میزدم که من نمیخوام دخترای ما، زنای ما رو به دبی و کراچی و اسلام آباد بفرستن، و بعدم که به سطح جهانی با همدستی با گروه های قاچاق بین المللی سکس روسی و چینی دارن این کار رو میکنن، بعدم قاچاق اسلحه به شکل های مختلف که هم اسلحه های خودشون رو قاچاق میکنن به کشورهای عربی تو این جنگ و جدال های علکی که راه انداختن تو سوریه، تو عراق، تو بحرین، تو یمن، هر جایی، افغانستان تا نیجریه، تا در غرب آفریقا بماند سومالی و سودان و اینا که همه جا جاپای اینا برای فروش اسلحه دیده میشه. همه که دلالی اسلحه از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی میکنن،
چون سازمان یافتن سپاه و اینا رو دارن، سپاه خود و همین سلیمانی کارا میکنن، اینها رو با یه سودی روش میکشن، بجز اسلحه ایرانی اسلحه اروپای آمریکایی رو هم به این بدبختایی که شیرشون میکنن، یه عده سنی یه عده شیعه جون هم بندازن، یا نمیدونم درست فارس و کرد و تور و لور و بلوچ و عرب، ولی همشون ریشه یکیه، یعنی پادشاه عربستانی با نظام ولایت فقیه در ایجاد جنگ جفتشون یه سود میبرن که اون سودم اسلحه ساز و اسلحه فروش بین المللی جهانی میبره. پس سه تا درآمد اصلی جمهوری اسلامی، اول قاچاق مواد مخدر در جهان که اینجا تا مکزیک هم اینا هستن، تا تو آمریکا هم هستن و ماریجوانا هم تازه از این ور میبرن به اون ور به پولدارای آسیا میدن، و همچنین این کاکائین رو که در کلمبیا تولید میشه، و از اون طرف سود محصل از سکس و دختران ایران که الان دیگه با دختران درسته. روسی و افغانی و تاجیک و اینها قاطی شده، پرونده همه اینا باز و قابل بررسی هم آقای اصالو اسلحه. بعد از اینا پول نفت و گاز و پتروشیمی وارد درآمد سپاه میشود. دقیقا آقای اصالو عذرخواهی میکنم، چون اصلا میزان سوالایی که در فیسبوک هم داره برای من میاد رو به افزایشه، میخوام حتما همه این صحبت ها رو امروز در این فرصتی که داریم با شما مطرح کنم. عزیزان متعددی هم روی خطوط تلفن با ما هستن، خدمت دوستان هم باشیم و جوابگوی اون عزیزان هم باشیم. سلام، وقت شما بخیر، شنونده نظر شما هستیم. بفرمایید. بله قربان، بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی متشکرم. من می‌خواستم یه سوال بکنم. امکانش هست که در داخل ایران یک رفتی نحوی وجود داره و این مسئله رو یعنی شما میگید اعتراضات تحت نظارت یک رهبری مخفیانه ای در داخل ایران انجام شده باشه؟ بله، نمیخوام بیان سیلو چون دستیش کنجا به زندان میگم میپرسم. چشم، همین سوال به آقای اصالو برمیگردونیم. عزیز دیگری رو هم روی خط داریم، بفرمید شما هم دوست عزیزم. متشکرم قربان. آها، به احتمال خیلی قوی مربوط به قسمت فنی است. البته صدای تلفن اینجا زیاده، من نمیدونم چرا امروز گوش من سنگین شده اندکی، امیدوارم که این مشکل برطرف بشه. آقای اصالو دیدگاه هم برنامه دارم و همونطور که ما میدونیم، من شما مخصوصا این امریکا، این یک سال اخیر پرزیدنت شجاع و واقعا مرد و مردونه که از به طور اخص در یک سال اخیر به طور بی سابقه از مردم آزادیخواه ایران در داخل حمایت کرده، یا اینطوری آغوشش باز بوده حتی برای اپوزیسیون خارج از کشور. سوال اینه که بدترین حملات توسط همین امثال مهمون برنامه‌تون و امثال دکتر کوروش عرفانی به این پرزیدنت ترامپ و سیاست‌های مربوط میشه، اونجایی که به طور اخص اونجایی که به طور مثال سیاست خارجی این دولت آقای ترامپ در نظر میگیریم، وجدانن با هر معیاری که بخوای حساب بکنیم، یک سال اخیر در واقع تمام ما ایرانی‌ها رو اینا پشت سر گذاشتن در مقابل این جمهوری اسلامی. حالا من سوالم اینه، ببخشید صدای شما رو نمیشنوم. الو، صداشون قطع شد. آقای اصالو، دوست عزیزی هم به نام آقای ناصر یک سوالی پرسیدن. من میخوام این سه تا سوال رو در هم تلفیق کنم و از شما بخوام که به این سه سوال با سعه صدر پاسخ بفرمایید. آقای ناصر هم در فیسبوک نوشتن که تعریف کردن از شما که یک وجدان خوب، یک دید خوبی دارید به مسائل و افق رویدادها رو میتونید تحلیل کنید. پرسیدن که فکر میکنید چقدر این مبارزه مدنی در داخل کشور تا سرنگونی حکومت به وسیله مردم ممکنه به درازا بیانجامد، چقدر زمان نیاز داره چنین مبارزه ای. عزیزی پرسیدن که رهبری، که آیا ممکنه رهبری در داخل کشور پنهانی باشه پشت پرده، یا این اتفاقات خودجوشه، این خود مردم هن که به میدان اومدن و رهبران سیاسی یا گروه های مختلف باید مردم رو فالو کنن. و این دوست عزیزمون هم اشاره‌ای داشتن به سیاست‌های دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی پرزیدنت ترامپ در طول این چند ماهه که بر در طول این یک ساله در حقیقت، که انصافاً هم نشون داده که در مبارزه با زیاده‌خواهی‌های جمهوری اسلامی شوخی نداره. تلفیق این سه تا سوال، یعنی
مدت زمان ادامه مبارزات مردمی، نوع و نحوه رهبری، اگر احیانا پنهانی در داخل ایران رهبری وجود داره، و همچنین تأثیر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در فروپاشی رژیم اسلامی در ایران. مبارزه‌ای که الان جریان داره، ما اسمش رو انقلاب ملی ایران گذاشتیم، یک جنبش سیویل رزیستنس هست که به معنای مقاومت مدنی است، که دیگر مثل جنبش سبز و امثال اون سرنخش در دست حکومتگران و جناح‌های حکومتی، حتی اگر بهترین آدم‌ها مثلا باشند، نیست. چرا که سیویل رزیستنس یک مقاومت مدنی، یک رهبری شبکه‌ای دارد که این رهبری شبکه‌ای تبدیل میشه به شبکه‌ای از رهبران در تمام میدان‌های مبارزه در داخل و خارج از کشور. این شبکه رهبران پس بایستی ناشناخته بخشی از اونها بمونن و بخش از اونها ممکنه که شناخته باشن، مثل ماها که خارج از کشور هستیم. اون بخشی که نباید شناخته بشن حتی در خارج از کشور، علاوه بر داخل کشور، خب کارهای خودشون رو انجام میدن. کسانی هم که به عنوان نوک قله های یخی سیویل رزیستنس یا مقاومت مدنی تلاش میکنن، خب میان در رسانه ها، در سایت ها، در تلگرام، جای مختلف اون وظیفه هماهنگی خودشون رو انجام میدن. پس این مستتر هست که اگر که یک شبکه‌ای هم از رهبران مخفی ما در داخل کشور داشته باشیم، اینها کاملا هماهنگ هستن با شبکه رهبران خارج از کشور و کلا شبکه رهبری. و همینطوری که یه بار دیگه هم یکی از دوستان ما جناب شاهزاده رضا پهلوی هم همین حرف رو زد، ازش پرسیدن آیا شما خودتون رو رهبر این جریان ها میدانید، ایشون گفت ما دیگر این بار شبکه‌ای از رهبران داریم و یک رهبری شبکه‌ای داریم دیگه. با توجه به که لوازم ما اینترنتی است و شبکه‌های نت است و این شبکه‌های نت خودش ابزار مبارزه رو به شکل شبکه‌ای و افقی و برابر حقوق درآورده، هیچ کسی بر هیچ کسی ارجحیتی نداره. حتی آقای آقازمانی که با این برنامه تلویزیونی داره این زحمت رو میکشه، میتونه به عنوان رهبر بخشی از این جریان که به هر حال میتونه با صدها هزار یا میلیون ها یا ده ها هزار ایرانی ارتباط برقرار بکنه، میتونه آقای آقای اوسالو من داخل پرانتز یه جمله بگم، شما ادامه بدین. یک جمله، چون محبت کردید اسم حقیر آوردین، من وظیفم مجریگری این برنامه است و به هیچ عنوان هم نه شخص سیاسی هستم و نه بیشتر از حد سوادم در مسائل مربوط به خبر و علوم اجتماعی چیز بیشتری میدونم، لذا اجازه میخوام که این مهم رو به خود شما عزیزانی که سالهاست مبارزه کردید واگذار کنم و وظیفه خودم رو به عنوان یک مجری، یک برنامه‌ساز تلویزیونی اجرا کنم. برگردم به شما و ادامه فرمایشات شما. از فروتنی شما قدردانی میکنم مهدی عزیز. و این که ما بحث رهبری پس این شکل، این یک شکل بسیار سیال و بسیار پیچیده، و این بار جمهوری اسلامی نمیتونه به این راحتی از عهده انقلاب ملی برآید و سرنگون خواهد شد. 100% زیاد هم طول نخواهد کشید، چرا که همونطوری که دوستان دیگه در سوالهای دیگه گفتن، در بین کشورهای جهان به خصوص آمریکا و زمانی که این آقای ترامپ هم آمده بالا، حداقل در رابطه با سیاست‌های محکوم کردن جمهوری اسلامی و گیر انداختنش و تحریم بانکی، تحریم سپاه پاسداران، تحریم بیت رهبری، 800 تا شرکت های مال سپاه که همه تروریستی و آدم کشی هستن گیرشون انداختن، کاملا داره با ما براندازان حکومت و دموکراسی خواهان و آزادی خواهان ایران هماهنگی میکنه. البته من در بسیار از تلویزیون ها و رسانه ها، نه الان، از روز در زمانی که در ایران هم بودم مبارزه میکردم، مصاحبه میکنم، هیچ منعی ندارم با هیچ تلویزیونی، با هیچ رسانه‌ای، حتی شیطان هم بیاید من باهاش مصاحبه خواهم کرد، چون که ما به رسانه‌های بیش از این هم تازه احتیاج داریم تا جواب 2300 تا کانال تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی و نفوذی‌هاش در لس آنجلس و همه دنیا رو بدیم. پس ما باید همه رسانه‌ها استفاده کنیم، ولی حرف خودمون رو بزنیم. توی دیدگاه هم من حرف خودم رو می‌زنم و تلویزیون دیدگاه هم، حالا آقای عرفانی و دوستان اگر نظریات دیگه در رابطه با آقای ترامپ دارن به خودشون مربوطه، ولی من و این دوستان حزب ایران آباد و تلویزیون دیدگاه و برنامه همراه با موز بگیرن در اونجا، روی براندازی حکومت، استقرار یک نظام دموکراتیک انسانگرا و تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاهم کامل داریم
و روی این تفاهم ها به عنوان همگرایی اجرایی کار میکنیم. دیگه دنبال ایدئولوژی هم دیگه و یا مخالفت من یا ایشون یا هر کس دیگه با یه سیاست یه کشور دیگه نیستیم. ما روی افتراق ها و تفرق افکنی ها نمیریم که بتونیم همکاری اجرایی بکنیم. این سیاستی بود که جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته موفق شده بود انداخته بود، تفرقه بیانداز و حکومت کن، که مثلا یکی بگه آقا من سلطنت طلبم، این چپیه با این حرف نمیزنم، اون پادشاهی با اون مجاهد حرف نمیزنم، اون مجاهد با اون فدایی حرف نمیزنم، اون فدایی مثلا با این سلطنت طلب. نه، من از روزی که داخل زندان این ماموریت و هم زندانی های من به من دادن، یاران همبستگی برای حقوق بشر و دموکراسی، یک پایه اساسی داریم در اجرا که همون ستم دیدگان دادخواه و عیاری کردن است. پایه های طوری که ما بر اتحاد و همبستگی همه کسانی است که به استقرار دموکراسی در ایران و یک حکومت انسانگرا که هیچ ایدئولوژی، هیچ دینی، هیچ چیزی رو در حکومت ارجحتر از انسان نمیداند، و اعلامیه جامعه حقوق بشر که این چارچوب حقوقی بشری رو حداقل امروز روز برای بشریت تا یه حدیش رو روشن کرده. حالا با توجه به وضعیت کشور ما بعد از سرنگون کردن نظام ولایت فقیه که به کمک همه ما نیاز داره، عین این 80 میلیون نفر اگه 1 میلیون حکومتی هست، 3 میلیون هم دوروبر این حکومتی آشغالخور و مفخور و آدم فروش و منفعت طلبن که نمیخوان حکومت تغییر کنه، 2-3 میلیون هم بیتفاوتن که وضع مالیشون خوبه ولی طرفدار حکومت هم نیستن، واسه حفظ وضع مالیشون میترسن وارد مبارزه نمیشن، 70 میلیون بقیه همه براندازی. هزار فکرم داریم، کرد، لور، ترد، بلوچ، مسلمون، بیدین، بادین، کمونیست، آتئیست، مسیحی، چه میدونم یهودی، همه چی. اصل قضیه اینه همه ما از این حکومت صدمه دیدیم و همه ما بایستی همکاری بکنیم این حکومت رو بندازیم، یه نظام دموکراتیک رو بیاریم، با هر فکری که داریم بتونیم توی اون نظام بعد از مجلس مؤسسان، بعد از اون رفراندوم نهایی که آخر سر خواهد شد و شکل حکومت رو اون زمان مشخص خواهد کرد، احزابمون رو داریم، سازمانهامون رو داریم، سندیکاها، شوراها، تشکیلاتمون رو داریم، ما کارگرها را، چه می‌دونم، معلم‌ها، راننده‌ها، روزنامه‌نگارها، و اون احزاب رقابت می‌کنن، از مردم رأی می‌گیرن، برنامه‌هاشون رو ارائه میدن، با ارائه برنامه هر کسی تو بخش طبقاتی خودش رأی جمع می‌کنه، رقابت می‌کنه، رقابت آزاد و سالمه. از کف جامعه هم که نهادهای تشکیلاتی مثل سندیکا، مثل احزاب، مثل NGO ها، مثل شوراها، شوراهای محلی، شوراهای کارگری، همه اینا حضور پیدا میکنه و جامعه رو از دو سو، هم از پایین با نهادهای تشکیلاتی مردمی دموکراتیک و هم از بالا توسط احزاب، سازمان ها و جریان های بزرگ و مادر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ساماندهی میکنیم. اینطوری یک نظام دموکراتیک دو سویه ای شکل میگه که هر دو طرف، چه اونا که از بالا از طریق احزاب و جریان ها و پارلمان و دولت میان، چه اینا که از پایین از طریق سندیکاها و اتحادیه‌ها و شوراها و شورای محلی و روستا و شهر و ده میان بالا، در یک مرکزی مثلا به نام اون پارلمان شورای همبستگی خلق یا مردم یا هر چی، و یا در همین الانش هم شورای همبستگی رهبری انقلاب دموکراتیک مردم ایران یا انقلاب ملی مردم ایران، و دولت انتقالی که از این شورا بیرون خواهد آمد، ما جایگزین‌ها رو هم داریم آماده می‌کنیم و تا چندی دیگر با حضور همه جریانایی که اسم بردم رهبری اونها حضور خواهند داشت، دموکراتیک‌ترین، وسیع‌ترین و ملی‌ترین آلترناتیو رو که همه جهان به رسمیت بشناسد درون ایران هم میلیون ها هوادار داشته باشه رو معرفی خواهیم کرد و این مشکلات همش حل خواهد شد. بی نهایت ممنونم. دوستان عزیز در فیسبوک لایو، همونجور که عرض کردم میزبان پخش لایو فیسبوک این برنامه صفحه فیسبوک شورای ملی ایران هست برای انتخابات آزاد که این برنامه رو پخش خواهد کرد. در اینجا سرکار خانم شیدا گفتن که چگونه میشه از خارج کشور کمک کرد به حالا کسانی که در داخل ایران هستن. بیان این بحث در قالب این برنامه تلویزیونی با چارچوب محدودیت هایی که به هر حال هر رسانه با اون مواجه هست غیر قانونی است. خواهش میکنم که در صورتی که تمایل دارید که از هر گروه، فرد یا زندانی خاصی یا هر چیزی حمایت مالی بکنید، کنشگرانی که در این زمینه فعال هستند از طریق رسانه های اجتماعی در ارتباط قرار بگیرید، چون بیان این بحث در این برنامه از طرف من آقای حسانلو کار غیر قانونی هست. خواهش میکنم مستقیما با خود دوستان و عزیزانی که در این راه ها
فعال هستن تماس داشته باشید که بتونن این کار رو انجام بدن. همچنین دوست دیگری هم محبت کردند و گفتند که اون چه که داره اتفاق میفته و اون چه که داره میره جلو میره نتیجه همدلی و ایمان مردم این بار به جای خدا به خودشان است و اشاره کردند که دیگه مردم رو نمیشه با وعده های مذهبی فریفت. اتفاقا آقای اوسالو خیلی نکته مهمیه، سالیان بسیار طولانی و متمادی صحبت از مسائل مذهبی زمینه این بوده که مردم رو تحمیق کنند. حالا خیلی مردم کشورمون هم مسلمونن، باورمندن، به اصلا علاقمند بگیم هستن، من اصلا نمیخوام وارد این بشم که مذهب جایی دارد یا جایی ندارد. فکر میکنید چگونه نسل تازه‌ای که به میدان آمده و فعالیت داره میکنه تو این فضای ایدئولوژیکی که بزرگ شده، به هر حال دیگه اینا از همه ابزارها برای شستشوی مغزی استفاده کردن دیگه. اینا قبل انقلاب میگفتن یک ساعت برنامه تو تلویزیون ما بدید همه مردم دنیا رو مسلمان میکنیم، اینا 24 ساعته به قول شما 300 تا شبکه رو در اختیار داشتند و مردم رو از دین خدا گریزون کردند. سوالم مشخصا اینجاست که نهله‌های فکری مذهبی چه جایگاهی در حوزه مقاومت مدنی مردم در مقابل رژیم استبداد حاکم دارد؟ آیا اون طیف مذهبی تر مردم مثل حاجی بازاری ها، مثل نواندیشان دینی هم به این گستره مخالفت های اجتماعی پیوستند یا نه؟ ببینید اگر که شما توجه کنید در تمام این تظاهرات هایی که تا امروز صورت گرفته حتی یک شعار مذهبی و دینی از سوی مردم معترض داده نشده. حتی یک یا حسین میر حسین که خیلی هم انسان خوبی ممکنه باشن، الان هم در حسرن به لحاظ حقوق بشری، من باید از حقوق ایشون و بقیه کسانیم که حسر یا زندان هست فرقی نمیدفاع کنیم، اما مردم دیگه از این پله گذشتن. یعنی گفتن چی؟ اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمام ماجرا. و هر دو جریان اصلاح طلبی و اصولگری مذهبی و دینی بودن و نمایش های مذهبی و دینی مفصلی هم همیشه میدادن، ولی که میبینیم که دیگر حناشون رنگ نداره و کلا فضای امروز ایران که این جوانان زیر 40 سال در اکثریت این تظاهرات ها هستن و بیشتر کشته شدگان میبینیم زیر حتی 25 سال هستن، چه در زندان ها که اینا رو زیر شکنجه کشتن، چه در خیابان ها که با گلوله کشتن، چه اونایی که با قرص متادون و داروهای شیمیایی در زندان کشتن و بعدم به خانواده هاشون میگن هیچی نگین، مثلا با کشتن اینها میخوان ایجاد روب و وحشت کنن، همون تجربه جنبش سبز رو به کار ببرن. ولی کور خوندن، خون این عزیزان پامال نمیشه، چون این بار خشمی از مردم میاد بیرون که طبقات پایین شهر، از محرومین، از بیکاران، از اجاره خونه است، از زن و دخترایی که مورد تجاوز قرار گرفتن، از ایرانیانی است که انسانیتشون رو نادیده گرفتن و سرکوبشون کردن و اونها دیگر به این سرکوب تن نمیدن. و شما نگون 13 میلیون نفر بیکار، نزدیک با زنها حساب کنیم 43 میلیون زنان خانه‌دار میشن، حساب کنی بیکار دیگه. جواب این رو با این حرفا نمیشه داد. من مذهبیون هم کسی با مذهب کسی دعوا نداره، هر کی تو خونش بره نمازشو بخونه، بره روزهشو بگیره، ولی دیگه حق نداره اونو چماق بکنه تو سر من لا مذهب بزنه، تو سر اون آدم بی‌دین یا اون جوونی که میخواد راحت باشه بزنه. موضوع فقط اینه، ولی کسی با بازاری یا غیر بازاری یا با مذهب و لا مذهب و بی‌دینیش کاری نداره، کما که حکومت هم طرفدار بی‌دینی نخواهد بود. یه حکومتی است که جنبه دین مثل قانون اساسی آمریکا و دین نمیدونم دولتی و حکومتی و تایید شده توش وجود نداره. میخوای برو معبد درست کن، خودت درست کن. میخوای تو خونت چه میدونم عزاداری کنی، برو بکن. ولی دیگه بودجه دولتی و کتاب و فلان و اینها برای شما از بودجه دولتی نخواهد بود، مثل همه کشورهای مترقی، لائیک، آتئیست و یا سکولار. به همین دلیل هستش که جایگاه اون افرادی که انسانیت خودشون رو حتی اگه مذهبی باشد بر اون قالب‌های اندیشه ارجح‌تر بدونن در این مبارزه و این جنبش باز ملی مذهبی‌هایی که خیلی‌هاشون زندان هم رفتن، مثل تغییر رحمانی و اینها، نرگس محمدی هم تو زندان ملی مذهبی خودش، ولی میتونه که از این مذهبیش در خانواده‌اش استفاده کنه، اینو چماق دینداری حکومتی نکنه، دوباره بخوان بیان بگن آقا حالا یه حکومت دینی دیگه، اینا خوب اسلامو اجرا نکردن، ما میایم اسلامو خوب اجرا کنیم. نه، امثال من و این جوانایی که دارن با ما کار میکنن و میلیونها جوانی که تو خیابونها نشون دادن وقتی یارو با بلندگو و گفت الله اکبر، اینا هوش کردن،
اونقدر عوش کرده تا بلندگوش خفه شد. توی تلگرام هم هست، توی سایت خبرگر ما گذاشتیم، همه میتونن ببینن. منظور این هستش که همه ایرانیان با هر دین، از پنجشه، چون میدونم نژاد، قوم، ملیت، قومیت، در کنار هم در ایران آزاد و آباد، ایران دموکراتیک و مستقل میتونه حضور داشته باشه، بدون اینکه بخواد ایدئولوژی یا دین یا مذهب یا هر اندیشه رو چماق کنه تو سر بقیه بزنه. جای این بحثا تو محافل آکادمیکه، توی مراکز فلسفه است، توی مراکز علمی علوم اجتماعی و علوم فلسفیه. در حکومت، در زندگی روزمره مردم، در عرف اجتماعی هست و قوانینی که تصویب میشه و حقوق انسان ها و به صلاح زاویه و سمتگیری برای آینده بهتر، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت علمی، از بین بردن مشکلات اجتماعی و با همکاری خود مردم و به دست خود مردم، که به قول اون دوستمون به خدا نگاه کنن، به خودشون میان و اون خدای میشه خدا. هر انسانی که به خودش میآید یک خداست و دیگه نیازی به پرستش هیچ خدای از نظر من فردی کارگر نداره، چون ما کارگرا کار میکنیم تا از زنده اون زندگی بکنیم. درسته. اونایی که بدون کار میخوان زندگی کنن دنبال یه چیزایی تو آسمون هرکشونا میگردن مفت زندگی، مثلا آخوندا که سید و امام و زکات و جزیه و فدیه و همزه کوفت و زهرمار مفت مردم میگیرن، به جای سفره میشینن، تازه بقیه بهشون میگن سلام علیکم. نخه، از این بعد مثل بچه آدم باید کار کنی، اگر میخوای دینتو تبلیغ کنی تو ساعت بعد کارت میفرمایی تبلیغ. اما هم یه پیشنهاد میخوام بدیم که لطف کنیم، الان زندانی ها جونشون در خطره، این جوان ها رو دارن میکشن، امثال آتنا ها، امثال ویدا ها رو بزرگی بکنن ملت ایران، اونایی که اهل مبارزن، اونایی که ماها رو میشناسن، به حرف ما تره خور میکنن، همه تظاهرات ها رو بشیم جلوی زندان ها. زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو در مرکز شعارهامون قرار بدیم و جلوی زندان ها بریم وایسیم تا بچه های زندان رو بیرون بکشیم، در زندان ها رو بشکنیم، دیوار زندان ها رو خورد کنیم. دیدیم که 4 تا درویش رو زمانی آزاد کردن که دراویش و بقیه خانواده اومدن آنقدر اون در گنده زندان اوین رو تکون دادن که از ترسشون مردم دیوار رو بشکنن برن تو، اون 4 نفری که عضو درویشان گنابادی بود آزاد کردن. تمنای من این هستش که همه دوستانی که میخوان گامی بردارن و جز معترضینن در هر شهرستانی که هستن، همه هممیهنان رو دعوت کنن جلوی زندان ها و همه تظاهرات ها رو جلوی زندان ها نگه داریم و نریم، مثل همون چادر بزنیم بمونیم و تا آخرین زندانی که از زندان بیاد بیرون این اعتراض رو ادامه بدیم. حتی زندانی هم زندانی که فساد این حکومت، کثافت این حکومت اونا رو وادار به خلاف کرده، حتی اونا هم باید آزاد شد و در دادگاه های عادلانه آینده هر کدومشون خصوصی داشتن توی دادگاه عادلانه علنی با حضور وکیل و هیئت منصفه در رسانه ها و تلویزیون هم نشون بده، محاکمه میشه مثل آمریکا نشونم میده تو این کانال خیلی خیلی جالبه، حتی دادگاه خانوادگی علنی داره پخش میشه و مردم یاد میگیرن. به هر حال ما در آستانه تحول هستیم، هممون تک به تک هر چقدر تلاش کنیم و حرکت بکنیم مطمئن باشیم که شاهد آزادی و عدالت رو در کشور خودمون زودتر در آغوش خواهیم گرفت. بسیار هم عالی. آقای اصول، من این عذرخواهی میکنم از هم وطنان عزیزمون که بیننده این برنامه هستند، به دفعات خطوط پر و خالی میشد ولی متاسفانه فرصت نمیشه فیما بین صحبت های آقای اصولو من بعد این خطوط رو بگیرم. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که روی خدمت گرامی دیگری بله حالا که خط ما کار نمیکنه. آقای اوسانلوی عزیز، اگر یه نگاهی به عملکرد جامعه در این هفته گذشته داشته باشیم، بعد از اینکه خب بخش عمده ای از این تظاهرات ها در خیابان ها جای خودشو داد به اعتصابات کارگری، به خواسته های مدنی که بایستی جلوه داشته باشه و اون موج خشم عمومی کمرنگ شد، حالا این موج خشم عمومی کمرنگ شده یا سرکوب شده و اینکه چگونه مردم به دنبال خواسته های بر حق خودشون در مسیر رسیدن به خواسته هایی که دارن، حالا اگر کارگرن حقوق های معوقه، اگر مال باخته بانکی هستن دریافت پولشون، اصل پولشون و وجوهاتی که در بانک ها به امانت سپردن و امروز چیزی ازش نیست، فکر میکنید چگونه این راهبری و حرکت به سمت جلو در حرکت‌های اعتراضی مردم شکل پیدا کرده و آیا اساساً اون خشم مردمی خاموش شده، سرکوب شده، تموم شده در این هفته ها؟
نه به هیچ وجه، چون شما همین الان اگه یک مراجعه بکنید به بخشی از جامعه که داره مبارزه میکنه، از همین دو سه روز پیش تا حالا نزدیک 200 مسجد رو آتیش زدن، نزدیک 20-25 پایگاه بسیج رو بهش حمله کردن، آتش زدن، امامزاده ها رو آتش زدن، قرآن رو آتش زدن، حمله مستقیم میکنن به خود نیروهای انتظامی وقتی که تک گیرشون بیارن. و حتی من خبر دارم که همین دیشب، یعنی الان، روی پشتبون ها هزاران نفر دارن بوق میزنن، شیپور میزنن، طبل میزنن، سوت میزنن، داد میزنن و به یه نوعی نشون میدن امتداد این مبارزه ادامه داره. همچنین تظاهرات مختلفی که مال باختگان انجام دارن میدن، کارگرای اعتصاب رو دارن ادامه میدن، معلمای بخش به اصطلاح خصوصی اومدن در اصفهان هزاران نفر، در شهرستانایی که نام بردم کامیون ها اونجا ایستادن، یعنی در زنجان، در مشهد، در کرمان، در خلیج فارس تهران، در بارانداز بندر عباس و بوشهر، همه جا اعتصاب چند هزار نفره کامیون ها رو ما داریم. علاوه بر اونها شما نگو جنبش سیویل رزیستنس، اون دفعه من گفتم یک پایش اعتراضات خیابانیه، یک پایش اعتصابات کماکان ادامه داره، نیشکر هفت تپه که اعلام کردن مدیریت ها رو، اسماعیل بخشی عزیز زمین کارگر شایسته سندیکالیست که زدن دستش هم شکوندن عوامل کارفرما دو سه روز پیش، سه چهار روز پیش جلو در خونش، گفتن ما خودمون مدیریت ها رو به عهده خواهیم گرفت و شماها رو می‌ریزیم بیرون. این یعنی انقلاب که کارگرها، که مردم دیگه مدیریت فعلی رو قبول ندارن و خودشون جایگزین اون مدیریت خواهند شد. و از سوی دیگر کاهش نیروی حکومتی است، یعنی هزاران هزار بسیجی که شما دارید می‌بینید، زن و مرد کارتای بسیجشون رو آتیش می‌زنن، توی دوربین نشون میدن، توی تلگرام، توی اینستاگرام، جای مختلف هم اینا میذارن و میگن ما از بسیج، از سپاه جدا شدیم و به مردم پیوستیم. و بعضی از اونام که صورتشون رو قشنگ نشون میدن، جانبازان در بسیجی ها، آقای دهباشی، دوست دیگرمون آقای غلام حسینی، بچه حسین غلام حسینی در عراق، با شجاعت پیوستن به مردم. و حالا رکن سوم ریزش نیروهای حکومتی است که با سرعت و خیلی خوب داره انجام میشه، پیوستن هزاران ارتشی به مردم که اعلام کردن ما به عیاران معیشت پیوستیم. بله. و در بسیار از تظاهرات ها حضور دارن و نامه امضا میکنن، نامه میفرستن که ما دیگه با حکومت نیستیم. و علاوه بر اونا ارتشی هایی که الان مسلحانه آماده دفاع تظاهرات های بزرگتر مردم که در ماه آینده شروع خواهد شد هستن. و همین الان هم گروه های مختلف دیگه اعلام کردن که حتی به شکل مسلحانه میخوان جلوی حکومت بایستن و اگر حکومت به مردم حمله بکنه اونها هم به حکومت حمله خواهند کرد. بله، این یه فیلم بسیار عالی است که نشون میده بسیجی ها هزاران نفر دارن دفترچه هاشون، کارتاشون همه رو میسوزونن و به مردم میپیوندن. یعنی دیگه هیچ کسی حکومت رو قبول نداره، حتی عوامل مسلح و سرکوبگرش. خیلی از اینایی که الان دارن اینجوری دفترچه هاشون رو میسوزونن و تصویر تلویزیون هم نشون میده، در جنبش 88 جزء سرکوبگرا بودن، به مردم حمله کرده بودن، ولی الان دارن آتیش میزنن و به مردم همبستگیشون رو اعلام میکنن. علاوه بر اون فعالیت در خارج از کشور، شما اگر یه نگاهی بکنید، بعد از سالها برای اولین بار بیشتر از 67-8 شهر در اروپا، در آمریکا، حتی در ترکیه که همدست جمهوری اسلامی اردوغان اسلامی نمیذاره، ما 3 تا تظاهرات داشتیم در استانبول و آنکارا و ازمیر. درست. یعنی شما نها کنید 68 شهر ایرانیان خارج از کشور دوباره به هم پیوستن و تظاهرات را انداختن که در لس آنجلس از شاید 2000 نفر هم بیشتر شده بود، در نیویورک همچنین، در واشنگتن همچنین، در سیاتل همچنین، در آتلانتا، در لاس وگاس. و خیلی سال بود که اینجور تظاهرات در کشور، خارج از کشور. درسته. بین دلاوران ایرانی نداشتیم که حالا شده. مجموعه اینا که شما پیش هم بذاری میبینی اتفاقا جنبش عمومی‌تر شده و جهانی‌تر شده. آقای اوسانلو، ما در سطح جهان هست. آقای اوسانلو، اجازه دید به گروهی از همین عزیزان که در این جنبش شرکت داشتن فرصت گفتگو بدیم و صدای گرم بینندگانمون رو هم بشنویم که با ما تماس میگیرن. همینطور به فیسبوک هم من سر بذارم، از آقای زامیاد یاد کنم که تحولات اخیر رو انقلاب و رنسانس ایران خواندند، همچنین از خانم روزا که به شاهزاده، آقای شاهزاده رضا پهلوی درود فرستادند، همچنین جناب آقای رایان که از این محبت کردند، همچنین خانم پانتا که برای ما
در حقیقت باز با محبت همراه ما بودن. عزیز دیگری رو روی خط داریم، بفرمایید. خواهش می‌کنم صدای گرم شما رو بشنویم. بسیار سپاسگزارم از این برنامه‌تون. می‌خواستم چند نکته رو اجازه بدید جناب استانلو که واقعا خوشحالم از دعوت کردنش. ولی چقدر خوب بود که پاسخ شما رو کوتاه می‌دادن در یک بدوستون. خامنه‌ای و پاسدارا در یک حرکت حساب شده با زندانیان کارو می‌کنن. این تشدد می‌خوان در مردم ایجاد کنن که دیگه کسی حواس این که به خیابون بیاد نکنه. ما باید صدای اونها باشیم و بشکنیم این صد و کاری بکنیم که زندانیان راحت در هر جا که میتونیم فعالیت کنیم راه بشن. آخرین بخش صحبت من برمیگرده به رفراندوم. این روزها در جای مختلف شنیده میشه. رفراندوم یعنی این که در زمانی که رژیم جمهوری اسلامی باشه، یعنی این که ما این رژیم رو به رسمیت شناختیم و مهمتر از همه باعث این میشه که مبارزه مردم در جای متوقف بشه. درست. و این یه خیانت بزرگه. رفراندوم بعد از سقوط جمهوری اسلامی در رای گیری بعد از یک سال که همه گروه ها همه احزاب همه فعالین سیاسی اومدن در راستای حرکتی که دارن در هدفی که دارن تبلیغ کردن، بعد از اون میتونن مردم رای گیری کنن و هر چه رای مردم بود سپاسگزارم. بسیار متشکرم. مورد این رفراندوم یه تاکید خیلی ممنونم. تشکر می‌کنم از شما. عزیز دیگری رو هم روی خط داریم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. الو. خب آقای اوسالو، این بحث رفراندوم هم اون بحث بسیار مهمه. همه از انتخابات صحبت می‌کنن، همه از احترام به رأی مردم صحبت می‌کنن. همین رژیم در ایران هم که متأسفانه فکر می‌کنم تشت رسواییش خیلی وقت از پشت بام افتاده هم افتخار میکنه. علی خامنه میگه 40 میلیون آدم اومدن به رژیم رای دادن، به من رای دادن، یعنی به خامنه ای رای دادن، به حکومت رای دادن. ولی معنا و مفهوم رفراندوم یعنی چه؟ یعنی اساسا رفراندوم، انتخابات آزاد، چه شرایطی داره؟ طبیعتا خود شما هم امشب در صحبتاتون به همین مسئله اشاره کردید. مشخصا میخوام بدونم که اون چه که مورد توجه کنشگران برانداز هست، حالا این هشتگی که در فضای مجازی هم با افتاده در مقابل آقای خاتمی و من و شما هم با افتخار میتونیم بگیم ماها هم براندازیم، ماها هم باورمون این هست که رژیم جهل و جنون و جنایت باید برود. و سوالم از شما اینه که رفراندوم کی، کجا، چه وقت، چگونه؟ اساسا بعد به رفراندومی رسید یا نه؟ طبیعی است که حکومت از همه ابزارها برای فریبکاریش استفاده میکنه و طرح موضوع رفراندوم هم توسط عوامل ناپیدا و نفوذیش در درون براندازها و در درون ناراضیان شکل گرفته. خود ما به عنوان براندازان دموکراتیک و دموکراسی خواه، کسایی که از تمامیت حکومت جمهوری اسلامی گذشتیم، 100% بعد از سرنگونی نظام ولایت فقیه، تشکیل مجلس مؤسسان و آماده کردن شرایط برای گذار دموکراتیک و سازمان یافته از این وضعیت موجود بعد از سرنگونی حکومت تا رسیدن به حکومت دموکراتیک آینده، 100% که چندین رفراندوم خواهیم داشت. یعنی رأی مردم، اونم رأی سازمان یافته، تربیت شده، متشکل که بتونه برای تصمیم گیری های عمومی صحه بگذاره. اما رفراندومی که از سوی عوامل ولایت فقیه به خصوص در درون اصلاح طلبان حکومتی که استمرار طلب حکومتی هستند و میخوان به این حکومت استمرار ببخشن، کاملا مردود هست، مگر اینکه خودشون جرأت داشته باشن بگن رفراندوم زیر نظر سازمان ملل متحد و اجراش هم باز به دست خود سازمان ملل متحد. ما حتی یه دونه دزد رو دست حکومت نمیدیم که تا پاسگاه ببره، بعد رفراندوم بخوام دستش بدیم. این همه جوان کشته شدن 88، این همه الان کشته شدن دوباره نزدیک 88 نفر، تا حالا ما شهید و جانباخته راه آزادی دوباره داریم. دوباره بیام چی بگیم؟ آقای رفراندوم جمهوری اسلامی واسه ما رفراندوم کن؟ هرگز. همینطوری که دوست ما گفتن، اولا که جمهوری اسلامی زیر بار این نخواهد رفت که اختیار مملکت و انتخابات مملکت رو دست یک هیئت سازمان ملل بده که به هیچ وجه خودش هیچ دستی در اجرا و در پروژه این رفراندوم نداشته باشد.
دو، این رفراندومی اگر بشود بایستی 100% از نظر سازمان ملل و بدون دخالت حکومت جمهوری اسلامی باشد که دهن اینها رو هم ببنده که نگن آقا اینا یه مشورت شورش کردن، به نهادهای جهانی، به کشورها، به ارگانهای بین المللی ما میگیم بله ما میپذیریم، عیبی نداره، با رأی هم حرف میزنیم، نه دنبال کشتاریم نه دنبال درگیری هستیم، ولی که این حکومت مورد تایید ما نیست و ما قبولش نداریم، پس هیچ امکانی هم دستش نخواهیم داد. یا رفراندوم میشود دست کلی سازمان ملل که خودش برگزار کند با آزادی کامل و حضور ماموران سازمان ملل در ایران که هیچ گونه سانسور و سرکوبی نتونه حکومت کنه در مقابل چشم ماموران سازمان ملل که در داخل ایران هزاران نفر از اونا به همه شهرستان ها خواهد رفت و عملا حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی قطع میشه با وجود ماموران سازمان ملل در تمام شهرها و حوزه های رای گیری، یعنی این سرنگونی خیلی زودتره. و دو، اینکه بعد از سرنگونی حکومت که مردم دارن میرن که سرنگونش بکنن خودشون و بعد از اون توی اون فرایند دوران گذار این رفراندوم هم برگزار خواهد شد. بی نهایت ممنونم جناب آقای اوسانلوی عزیزم، دوست بسیار خوبم، دوست بسیار مبارز بسیار شریف و صادق ایرانی که از خود من به شخص از زمانی که شما زندان بودید زبان گویای سندیکای کارگران شرکت واحد و رانندگان شرکت واحد بودید تا به امروز فالوور شما بودم، همیشه کارهای شما رو دیدم. خیلی ممنونم از اینکه دعوت من رو قبول کردید و در این برنامه افتخار دادید که من میزبانتون باشم. لطف کردید که این وقت رو به من دادید با هممیهنانمون صحبت کنم، هر وقت با شما هستم من هم لذت میبرم. بی نهایت متشکرم آقای اوسانلوی عزیز و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. لازم به ذکر میدونم که در طول برنامه امشب به تفصیل در مورد مسائل مختلفی از جمله رفراندوم صحبت کردیم. در سال 2013 میلادی گروه بزرگی از کنشگران اجتماعی و مبارزان سیاسی به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و گروهی از همراهان ایشون در پاریس نخستین مجمع عمومی شورای موسوم به شورای ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد رو برگزار کردند. در طول قریب به 4.5 سال عمر این شورای مهم و تأثیرگذار در عرصه فعالیت‌های نهادهای به مفهوم اپوزیسیون در خارج از کشور یک اتفاق بسیار مهم افتاد. این که روند و ساختاری که منطبق بر اساس دموکراتیک جهان برای برپایی انتخابات آزاد و نبیشتر باشه تدوین شد و نهادی برآمده از مردم و نحوه ارائه نهادی برای برآمده از مردم برای تعیین سرنوشت کشور بر اساس اراده ملی در آتیه ایران شکل گرفت. این نهاد یعنی شورای ملی که تنها و تنها با یک هدف، فراهمسازی زمینه برگزاری انتخاباتی آزاد که در اون هیچ مقام مسئولی از صدر تا ذیل در حکومت دیروز و امروز یا فرمانروای خارجی نتواند بر برگه‌ای که رأی من و تو ایرانی شریف که حق رأی دادن درباره آینده کشورمون رو داریم تأثیر بگذاره، با نظارت نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های ذی‌صلاح، کشورهای دنیا، کشورهای آزاد دنیا این زمینه رو فراهم کنه شکل گرفته. جا داره که همینجا از یکایک این عزیزان، همه کوشندگانی که در این سالها به روند این فرایند کمک کردند و دیر یا زود چه با کسانی که امروز سکان هدایت این برنامه ها رو به عهده دارند، چه کسانی که فردا از دل مردم بجوشند و سکان هدایت رو به دست بگیرند، قطعاً و ربطاً در ایرانمون صندوق رأی آزاد برگزار خواهد شد. اگر با مداقه، دقت، شعور و درایت رأی خود رو به صندوق بیندازیم، اجازه تحمیل یک رژیم در آینده کشورمون رو از نهاد، سازمان، گروه، حکومت، دولت خارجی و هر چیز دیگری خواهیم گرفت و یقیناً اداره مملکت رو به دست فرزندان مملکت در راستای خدمت به ما مردم مملکت ایجاد میکنیم. از اینکه بیننده این برنامه بودید
صمیمانه قدر و شناسم و از یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم با ذکر این نکته که در طول دو روز آینده ما برنامه زنده نخواهیم داشت و امیدوارم که در روز دوشنبه نخستین برنامه زنده ما بار دیگه به سمع و نظر شما عزیزان بیننده برسه. وقت خوش، خدا نگهدار.